Politics 365 گرامی در این جنبش ملی ما یه راه خیلی بلند و سختی جلوی خودمون میبینیم من بعد از خیلی از که کردم با صاحب نظرهای سراسر دنیا ایرانی خارجی به نتیجه خیلی کوچیکی رسیدم که میخواستم با شما مطرح کنم. قبل از اینکه به قضیه برسم به یه داستان تام خیلی داستان ساده یه شیرین هم شاید شما ببرین یک روز یه پدر با دخترش در ساحل داره راه میره کنار بیچ دارن را میرن دختر کوچیکش از دور یه ستاره ماهی میبینه که در شن خشک میشه از بین میره دختر کوچولو میدوه به ستاره ماهی میرسه به دست میگیره و با تمام قدرتش پرتش میکنه این ستاره ماهی در دریا ستاره ماهی در همچین که آب به تنش میخوره جون میگیره زنده میشه دوباره و میره به طبیعت خودش این راه بزرگی که ما جرامون داریم برای یه ایران آزاد یه دموکراسی راه سختیه تا موقعی که ما به اونجا برسیم توصیه ناقابل من اینه که به هر ایرانی که باش برخورد میکنین در سوشال میدیا در دوره خودتون کمک کنین به اون یه دونه ستاره ماهی جون بدین تا وقتی که ما بتونیم به کشورمون برسیم و همه آزاد باشن و همه به طبیعت خودشون برگردن اون کمک شما به اون یه دونه ستاره ماهی مفیده سازنده است و ما رو نهایتا به نتیجه میرسونه حس میکنم میشناسمت شاید توی عمر قبلی من در تنگ ایران شدم این کاش میتونستم برگردم حالا برای جای زن شده که دیگه خوشون نمیره خب بگو دیگه آمریکا زندگی تا نه؟ تو وطن بی به خدا باور داری؟ موقعی داشتم بدیم نه بیم برخیز از جا پی آزادی خیش خوش آمده دوستان گرامی من شهریار افشار هستم میزبان شما در پالتکس 365 امروز یک هنرمند ایرانی به برنامه دعوت کردیم خانم لیلیناز حکیمی ایشون یه فیلم ستویدن هستن در کولومبیا یونیورسیتی و یه فیلم خیلی جالبی تهیه کردن که همین الان تیزرشون و اصطلاع ادورتایزنگ کلیپشو قبل از این برنامه ما تو برنامه تایید دیدیم که شما بهش میتونین مراجعه کنیم مجددا و روی یوتیوب هم هست اسم این فیلم هست برای خواهرانم و خیلی فیلم جالبیه واقعا من توصیه میکنم اگه میتونین بهش مراجعه کنین اما ما میخواستیم مهمتر از همه چی از این جوون ایرانی بشنویم که واقعا موتیویشنش به چه دلیل این فیلم رو تایید دیدن هدفشون چی بود و چه کمکی شما میتونین بکنین به هنرمندایی مثل لیلی ناز لیلی ناز حکیمی خوش آمدین به پالاتکس 365 اگه لطف کنی یه ذره به عباره بکراندتون به ما بگین و چرا اصلا به اصطلاح میخواستین فیلمساز ساز بشین موتیویشنتون چیه و بعد میریم یه ذره بیشتر دنباره برنامه همین برای خواهران رو که تهیه کردی سلام خیلی ممنون از شما بله خب من الان یک دانش آموزم در کلمبیا 21 سالمه و من شیراز بزرگ شدم در اصل و سن 12 سالگی با خانوادم اومدیم به آمریکا برای درس و برای درس اصولا و واقعا اینی که از کشورم رفتم یه سه خیلی سختی بود برام چون واقعا خیلی وطنم و دوست دارم خیلی مردمم دوست دارم و از یه لحاظای فرهنگم با موند تو این سالایی که اومدم آمریکا و آمریکا بزرگ شدم ولی من از بچگی راستش میخواستم هم بازیگرشم هم, هم فیلم،, یه فیلم میکر در اصلش و داستان بگم حتی تو خود, تو خود ایران بود که واقعا این کار رو شروع کردم در سن پنج سالگی واقعا شروع کردم بازیگری توی کار مدرسه و توی کلاس پنجم یادم میاد مثلا با دانش آموزا میگفتیم بیاین یه پلی درست کنیم و همه رو کست میکردم که توی نقش های مختلف دیرکت میکردم که برای مدرسهمون یه شو داشته باشیم چون راستش خب تو مدرسه های ایرونی یکم اه حق حرف زدن در یه خب ممنوع بود یکم کنسروتیو دیگه انوایرمنتمون و ما به خاطر با هنر و با بازیگری و با داستانگویی یکم خودمون رو تونستیم پیدا کنیم و اکسپرس کنیم در این محیط برای همین از بچگی این عشق داستان نوشتن و گفتن و فیلم درست کردن رو داشتم و وقتی اومدم آمریکا دیگه واقعا گفتم که این کاری که میخوام برای زندگیم انجام بدم چه جالبه و چقدر خوب گفتی که از طریق هنر و و داستان گفتن خودتون رو پیدا میکنین یعنی چه حرف جالبی واقعا منم که شاهد واقعا هنرهای جوانای ایرانی هستم سراسر سر دنیا از فیلم موزیک سوشال میدیا ایتس ا وی تو یو یور ایرانیایی که خب از ایران خارج شدن ما نصف خود وجودمون در ایران گذاشتیم ایرانی خیلی خیلی از اقلیت هستن که میان کشورهای مختلف دیگه قاطی اون کشور میشن و رو گم میکنن اما هدف شما اینه که خب شخصیت خودتون رو زنده نگه دارین و وابستگی که دارین به ایران فرهنگتون زبانتون زنده نگه دارین و این تهیه کردن یه همچین فیلمی یه راهی بود که شما به طلبتون خودتون رو اکسپرس کنین و نشون بدین سو so, یه ذره درباره این داستان برای خواهرم بگین یعنی تزش چیه هدفش چیه و بینندگان چی میتونه انتظار داشته باشن که این فیلم رو ببینن حتما خب من الان سال این فیلم رو پارسال درست کردم در سال سوم دانشگاهم و این بعد از اتفاقی که با محزاجین و امینی اتفاق افتاده بود در سپتامبر خیلی ها ما ها همه وابسته به در ایران چه اتفاقی داره میفته مردم و اون ش... و این جنبش زن زندگی آزادی میخواستیم از این طرف دنیا کمک کنیم و من خب در این مدت داشتم فیلم در... شروع کرده بودم فیلم درس خوندن و واقعا به خودم گفتم من قراره یه فیلمساز شم و میخوام بچسبم به این کار ولی خب تو این این سیاست هم درس خوندم برای همین این دو تا اونیو به هم رسید در این مدتی که من چطوری بتونم به دختران همسن خودم که در ایران هستن کمک کنم چطوری حمایتشون کنم از این دوری یه همبستگی لازم داریم ما با اینکه خارج از کشور هستیم درسته برای همین شروع کردم این داستان رو نوشتن برای خواهرانم که در اصل هم داستان یه دختر خارج از ایرانه هم داستان یه دختری که در ایرانه و در یابونا داره می جنگه برای حق و حقوق خودش و جوری که این داستان رو درست کردم اینه که خب یه محدودیت هایی داشتیم که نمیتونستیم ایران رو بیاریم به آمریکا خب ما به عنوان دانش آموز برای همین این داستان یکم سوریالیسته برمین همین مهناز به عنوان پروتاگنستمون شروع میکنه خی... یه جوری خیالاتی روشن و دیدن روشن کرکترمونه که توی ایرانه و اینا یه دوستی درست میکنن یه سمیمیتی درست میکنن که بتونن درباره این احساسات پشت این جنبش حرف بزنن درباره ترسی که دارن درباره امیدی که دارن خواستایی دارن خواسته یک زندگی عادی همه این حسا رو در میاره این, این فیلم من و الان 52 دقیقه است و واقعا داستان این دو تا دختره یه دختر ایرانی خارج از ایران و یه دختر ایرانی در ایران خود الان این فیلم ها روی یوتیوبه یا تمام الان این فیلم داره میره به فستیوالز فستیوال راوند با نی... نی... تو... الان همه نمیتونن ببیننش ولی اگر خب بینو فور هر فیلم رو اینستاگرام فالو مون کنین تا این فستیوال راوندامون رو تموم کرده باشیم همه میتونن دسترسی داشته باشن به فیلم و ما آپدیت میکنیم همه رو رو روی این اینستاگرام همزمان هم داریم الان یک ورژن 18 دقیقه درست میکنیم برای فیلممون چون که فستیوال برای فستیوال راوندا کمک کنه و هر دار رو سعی میکنیم پخش کنیم و به مردم ایران هم برسونیم چه عالی الان چه فستیوال در سال دیگه ممکن اجرا بشه یعنی Is there the beginning of the so, تازه شروع کردیم submi submitting از الان که شروع کردیم قرار به فستوال مختلف بفرسیم مثل چای و um, آره به فیلم فستوهای دور, تا دور دنیا تو از بیروت گرفته تا لندن تا پاریس تا لس آنجلس میخوایم سعی کنیم تا جایی که میشه همه جا بفرستیمش و بعد از این ماجرا حتی سعی کنیم اکرانای خودمونم برپا کنیم که در شهرهای مختلف ایرونیا بتونن با هم جمع شن و این فیلم رو ببینن و ببینن که خب ما ایرونیا خارج از کشور یه we have a duty to our people که این داستاناشون خیلی جالبه این سنس اف دوری این احساس مسئولیت من از خیلی از جوان ها و واسه من خیلی جالبه و واقعا درود بر شما و نسل شما که این جنبش ملی رو زنده نگه میدارین با هنرتون با فعالیتون به آه, و فداکاریاتون و میتونین واقعا صدای مردم ایران باشین آه, پس این فستوال ها دارین به سالا ثابت میکنین به سراسر دنیا هر جایی که انترنشنال فیلم فستیوال باشه ممکنه قبول کنن اون بستاله ایندی فیلم you know it could be a right should, you, uh, how great would that be you know uh, get into that um, yeah. uh, پس uh, هنوز اجرا نشده اما این تیزر که الان تو این برنامه پخش کردیم رو یوتیوب هست میتونن دوستان مراجعه کنن به علاوه بستاله این تمام این کلپ uh, تمام این که کردن این فیلمو لیرن از خودت اصطلاح از بودجه خودت uh, درست کردی یا کسایی دونیت کردن یا کسایی میتونن کن چجوری میتونن حمایت کنن از کاری که داره میکنن ما برای انشو پروڈاکشنمون خیلی از مردم ایرانی که در دور برمون بودن از نیویورک گرفته تا دی سی تا کالیفرنیا خیلی حمایتمون کردن بودجه خب کوچیکی بود این فیلم این اولین فیلم من بود که خودم نوشتم و کارگردانش بودم و ما بودجه هزار دلار ریس کردیم که خیلی خیلی ها بودن در کمیونیتی که دونیشن بزرگی کردن executive پرودوسر فیلم شدن خیلی ها بودن که تا جایی که میتونستن 50 دلار صد دلار 10 دلار هر چی تونستن به ما دادن حمایتمون کنن که بتونیم این فیلمو درست کنیم و اتفاقا خیلی شوکه شدم چقدر مردم دور ورم مردم دیاسپورا ایران خیلی خوشحال بودن که کمک کنن چون میخواستن این داستان گفته بشه میخواستن این داستان همزمان اتفاقایی که در ایران داره میفته گفته بشه و برای همین واقعا تشکر میکنم از هر کسی که ما رو تا الان حمایت کرده از الان حالا که داریم یه ورژن کو، کوتاهتر فیلم رو درست میکنیم چون خب برای فستیوال کم سختره 52 دقیقه یکم فیچر نیست شورت نیست یکم سختره هیچ دقیقه داریم درست میکنیم هنوز حمایت مردم ایران مردم رو لازم داریم و از این لحاظ مردم میتونن برن رو اینستاگراممون ریچ اوت کنن اگه میخوان هنوز دونیت کنن میتونن و از این خیلی حمایت بزرگ دونیشن چون هر چی دونیشن بیشتر بگیریم بیشتر میتونیم به فستیوال اپلای کنیم و این اکران ها رو بر، برپا کنیم ولی اینو اینم هم میگم برای همه هنرمندان ایرونی که میخوان داستان مردم ایران رو بگن واقعا به هم کمک کردن دونیشن ام، سپورت کنکشنز خیلی مهمه و از این لحاظ واقعا ما ایرونیا we can work together to ensure that our stories are told that our stories are represented و اینطور این طور شد که تونستم این فیلم رو من اصلا درست کنم اینه که واقعا با این که فیلم درست نکرده بودم و هنوزی دانش آموزم خیلی توی کمیونیتی believed in me and believed in my story and our story, I'm telling our story. ایرونی هم که داخل کشور هستن هم خارج از کشور برای همین از این لاز باید این رو کمک کنیم که بسیار عالی واقعا درک میکنم هر که میزنیم و همونطور که شاید قلب از برنامه گفتم حتما میخوام به دو تا موسسه خیلی فعال معرفی کنم یکیشون تو کالیفرنیا به اسم ایمپاور ویمن میدیا که نمیدونم باش آشنایی داری خانم شیرین تابر که چند بار تو این برنامه بوده اونم هدفش اینه که به هنرمنده ایرانی و واقعا بینالمللی اما خب بیشتر ایرانی مخصوصا کارهایی که میکنن با Women Life Freedom فیلم ها. کسایی که آیدی مثل خودت تایه کنندن، دورکتورن، نویسندن اما خب یه ذره بیشتر منتورینگ و کمک لازم دارن و پروفیشنال کانکشن و شیرین دوستمون خیلی خوشحال میشه مطمئنا سرات بشنوه و به علاوه اون خانم تاهر دانش که در لندن هستش ایشون اگزیکریف دریکتر یه محسسه هست به Education Foundation که تقویت کار هنری ایرانی هم جزء کاره اصلیشونه پس تنها نیستی و واقعا باید این موضوعی که باعث افتخار همه ما ایرانی هستش سراسر سر دنیا که نه تنها هنرمندایی داریم مثل خود خوشبختانه سراسر سر دنیا اما مؤسسه های غیر انتفاعی داریم که اصلا درست شده تشکیل شده که حمایت و تقویت کارهای شما رو بکنه چقدر خوب که به این نتورک رو تونستیم انجام بدیم و صدای مردم ایران زنده نگه داریم 100%. درصد واقعا خیلی به عنوان یک آرت هنرمندی که تازه دارم شروع می کنم، دارم تازه شروع می کنم و دارم تازه یاد می گیرم که "How to begin in the industry and start". واقعا خیلی uh, it's inspiring to see Iranians having paved the path. و از این لحاظ هم به یاد میگیرم ازشون هم به هم کمک کنیم واقعا خیلی حس خوبی داره که تونستیم برسیم به یه جایی به عنوان یه فرهنگ خارج از کشور که به هم کمک کنیم و نه تنها به هم خارج از کشور کمک کنیم که به مردم کشور خودمون هنوز کمک کنیم و صدای اونا رو پخش کنیم دور تا دور دنیا right. ام... امید برات مثلا تمام این ها این فیلم خدا بخواد همش قبول میشه فیمس uh, میشی دیگه دیگه اسم ما رو قبول نداری بعد تو خط پایستیم ازن امضا بگیریم هر جوری که موفق میشی uh, uh, هدفت چیه نهایتا برای این فیلم و شاید فیلم بعدی یعنی uh, میخوای what is the long term plan the long term plan that's a great question um برای این فیلم من واقعا دلیلی که این فیلم رو درست کردم اینه که مردم ببینن حس کنن و یکم بهتر دخترانه این شیرزنای ایران رو درک کنن که چقدر رسیدن به جایی که خسته شدن بعد از این همه سالهایی که حقشون رو نداشتن حق حقوق خودشون رو نداشتن و این احساساتیه که من میخواستم بذارم توی این فیلم که هر کی تماشا کنه بتونه درک کنه دخ... این دختر ایرانی و پسرن ایرانی مردم ایرانو ولی این این برام و امیدوارم که اینجا این بتونه دور تا دور اکران شه و مردم اینو ببینن واقعا خواسته من اینه که این فیلم دیده بشه و برای فیلم های آیندم میخوام واقعا این هنر داستان نوشتن و روی یه تصویر رو استفاده کنم که مردم رو ببرم توی ای، ای، these intimate spaces these vulnerable and intimate spaces که واقعا این احساسات پشت صحنه رو بهتر درک کنن و یه چیز جدید یاد بگیرن و برای فیلم بعدیم هم که شروع کردم فکر کردن که در آینده چه کاری میخوام بکنم که هنوزم به ایران هم به مردم هم کمک کنم اینه که داستان کوگزیستنس رو نوشتن How can we as a community be more united and find coexistence after years of trauma and differences و الان هم داستانی که دارم می نویسم در برای دقیقا همینه this idea of coexistence و این که به هم respect one another's opinions and still be a united force um, چون فرهنگمون خیلی خیلی قویه و بعد فقط همینجوری ادامه بدیم که برسیم به جایی که کشورمون آزاده مردممون آزادن و ما بتونیم uh, این عقیده های مختلف رو با هم شیر کنیم در اصل. بسیار عالی هموطن گرمی اسم لیلی ناز و حکیمی رو یادتون نره یه روزی بعد یه نیم ساعت صفحه های رو ببینید مطمئنا یک دونه تشکر لیلی ناز از احمدت از فعالیتت از قلبت وجودت کرکترت که تو رو به اینجا رسوده و حتما از اه، اه، مادر پدری که یه همچین فرزندی رو تقویت کردن حمایت کردن و اه، 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 کمک میکنن خلاصه حتما ما این فیلم رو نگاه میکنیم پیگیری میکنیم کاریرتو و حتما هم سال دیگه برگرد وقتی که تو این فستیوال قبول شد و یه جایزه بزرگ گرفتی شاید اگه وقت کردی با پادکست کوچیک ما هم دوباره مصاحبه کنیم. بعد درصد خیلی ممنون از شما. مرسی.